অ <laughs> অগt <laughs> نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود فراوان خدمت همه شما عزیزان امیدوارم که هر کجایی که هستید حال دلتان خوبه خوب باشه به مکتب عادی خوش آمدید با مضمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه درس امروز با همدیگه آغاز کنیم شماره واتساب ما را یادداشت کنید شماره ما هست ۲ص۹۶4 8۰ ۲۵۵ ۴1۳ سوالات خودتان از طریق این شماره برای ما روان کنید ما پاسخگوی شما عزیزان هستیم خوب شاگردهای عزیز در جلسه دهم ده قرار داریم در این جلسه قصد داریم با طریقه های چارجدار کردن اشسام آشنا بشیم ساحه برقیر موارد بررسی قرار بدیم و در آخر کار هم پدیده طبیعی ردبرق یا الماسک با هم نگه بررسی کنیم ببینیم که علت ایجاد این پدیده فیزیکی چی هستن اما قبل از شروع درس مروری بر درس جلسه قبل داشته باشیم در جلسه قبل ما خدمت شما عزیزان بیان کردیم که اتم در حالت کلی خونسایه خونسا بودن اتم به چی معنایه؟ شما بگید آفرین بر شما یعنی تعداد الکترون ها و تعداد پروتون ها با همدیگه برابره وقتی که برابر بود اتم خونسایه اما گفتیم که اگر ما یک کاری انجام بدیم مثلا دو جسم برهم مالش بدیم که تعداد الکترون های یک جسم بیشتر از تعداد پروتون هایش شود میگیم در این حالت جسم ما چارج منفی گرفته و اگر کاری انجام بدیم که جسم ما الکترون از دست بده تعداد الکترون هایش کمتر از تعداد پروتون هایش باشه میگیم جسم ما دارای چارج مثبت هستم در ادامه آله الکتروسکوپ بررسی کردیم گفتیم که الکتروسکوپ یک وسیله یکی ما میتونیم با وسیله ازی بفهمیم که جسم ما آیا چارج داره یا خیر نوع چارجش چیه مثبت یا منفی یا جسم ما هادی است یا عایق که البته باز در جلسه بعدی ای آله الکتروسکوپ به طور مفصل با هم دیگر مورد بررسی قرار خواهیم داد خب وارد درس امروز میشیم طریقه های چارج دار کردن اجسام با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز و نازنین ما از سه طریق میتونیم یک جسم چارج دار کنیم یک روش تماسی دو روش مالشی و سوم روش القا که این سه روش امروز با همدیگه یاد میگیریم و تفاوتهایش انشالله با همدیگه میفهمیم اما روش اول که در جلسه قبل هم به او اشاره کردیم چارجدار کردن یک جسم از طریق مالشه خب شما دو جسم دارین که دو جسم شما خونسایه اینها رو با همدیگه مالش میدین دیگه در نتیجه تعداد زیادی الکترون بین دو جسم شما جابجا میشه او جسمی که الکترون از دست میده چارجش مثبت میشه و او جسمی که الکترون میگیره چارجش منفی میشه مثلا شما یک میله شیشه ای را به یک پارچه ابریشمی مالش بدید میله شیشه ای شما چارج مثبت میگیره چرا چون که الکترون هاش از دست میده و پارچه ابریشمی چارجش منفی میشه چرا چون الکترون میگیره یا یک میله پلاستیکی را شما با یک پارچه پشمی مالش بدین میله پلاستیکی چارج منفی میگیره چرا چون که الکترون میگیره و پارچه پشمی چارجش مثبت میشه چرا چون الکترون از دست میده این میشه روش مالشی که در جلسه قبل هم با هم بررسی کردیم اما نکته مهمی که در این قسمت وجود داره شاید از این داره که در اثر مالش دو جسم خونسا با همدیگه دو چارج برقی هم اندازه ولی با علامت مخالف ایجاد میشن همون مثال میله شیشهی و پارچه ابروشیمی رو در نظر بگیرید هر دو جسم دارای چارج میشن چارجش هم یک اندازه دارن ولی یکیش منفیه یکیش هم مثبته پس این نکته را حتما در قسمت چارجدار کردن اجسام از طریق مالش به خاطر داشته باشید اما روش بعدی چارجدار کردن یک جسم از طریق تماسم در این روش ما یک جسم چارجدار داریم خوب دقت کن در روش قبلی که روش مالشی بود دو جسم ما خونسا بودن اما در روش تماس یک جسم ما چارج داره که با یک جسم بدون چارج اینها در تماس قرار میگیرن مالش نمیدیم و فقط یک تماس اینجا ایجاد میکنیم و جسم بدون چارج ما هم میشه چارج میشه خب یک مثال بزنیم روی شکل نگاه کنید یک میله مسی دارم و یک میله آهنی قبل از تماس نگاه کنید میله مسی چارج منفی داره اما میله آهنی ما خونسایه هیچ چارج نداره خونسایه یعنی چی؟ یعنی تعداد الکترون با تعداد پروتون‌هاش با هم دیگه مساویه دیگه خب ما چی کار انجام میدیم؟ شکل بعد از تماس شما نگاه کنید ما میله مسیر با میله آهنی تماس میدیم صحیح شد؟ وقتی که تماس میدیم میله آهنی ما هم چارج منفی پیدا میکنه پس این میشه روش تماس تفاوتهایش با روش قبلی چی هستن دیگه اینجا شما تانستید که بفامید در روش مالشی ما دو جسم خونسا داریم اما در روش تماسی ما یک جسم ما چارج داره یک جسم ما خونسای دیگه این اولین تفاوتش هستم. در روش مالشی یک جسم چارج منفی میگیره یک جسم چارج مثبت میگیره دیگه اما در روش تماسی هر دو جسم ما عین چارج میگیره شما نگاه کنید میلای مسی چارج منفی داشت میلای آهنی هم چارج منفی رو به خودش گرفت پس تفاوت های دو روش بود که حتما اینا رو شما باید دقت و توجه کنید اما روش سوم چارج کردن یک جسم از طریق القا این چه قسمی هم. نگاه کنید ما یک جسم هادی بدون چارج داریم که با نزدیک کردن این جسم به یک جسم چارج باعث میشیم که این جسم هادی هم چارج شود خوب توجه کنید ما عبارت نزدیک شدن با یک رنگ دیگه به شما نشان دادیم یعنی اینجا در روش القا ما تماس نمیدیم مالش هم نمیدیم دیگه فقط جسم هادی بدون چارج نزدیک میکنیم به یک جسم چارجدار خب مثال بزنیم با هم دیگه مثال توجه کنید خب فرض کنید که دو تا کره فلزی داریم کره فلزی A و کره فلزی B که اینها در تماس با هم دیگه قرار دارن و هر دو تاش خونسایه خونسایه یعنی چی؟ یعنی تعداد الکترون هاش با تعداد پروتون ها با هم دیگه برابر ای تا اینجای کار حالا ما یک میله پلاستیکی که چارج منفی داره این میله ای مایه فرض کنید این میله پلاستیکی ما چارج منفی داره اینه نزدیک میکنیم به کره A تماس نمیدیم ها نزدیک میکنیم به کره فلزی A خب طبق قوانینی که در جلسه قبل گفتیم گفتیم چارچ های هم نو هم دفع میکنن و چارچ هایی که نا هم نام یا نا هم نو باشه اینا همدیگر دیگر می‌کنند. میکنن دیگه سیسته پس وقتی که شما یک میله پلاستیکی با چارج منفی به کره فلزی A نزدیک میکنید الکترون هایی که داخل کره فلزی A هستن میخوان فرار کنن و دورترین نقطه برن دیگه خب به کجا میرن؟ میرن به کره فلزی B قرار میگیرن الکترون های ای کره به کره فرار میکنن دیگه و اینجا ما چی داریم؟ اینجا فقط پروتون ها باقی میمانن دیگه است؟ خب در شما چیکار انجام بدین؟ در ادامه بدون اینکه میله پلاستیکی را شما از این دو تا کره دور کنید میان کره ها را از هم جدا میکنید این کره ای این کره ای ای بی ای هم که میله پلاستیکی شما است وقتی که کره ها را از هم جدا میکنید الکترون ها داخل کره فلزی بی باقی میمانند و کره فلزی ای هم دارای چارج مثبت میشه این میشه چارج دار کردن یک جسم از طریق القا که در واقع ما اینجا نه تماس دادیم نه مالش دادیم دیگه فقط این میله پلاستیکی را نزدیک کردیم به کره فلزی A نکته بسیار مهمی که ممکنه که از شما سوال پرسان شبه ایه که در روش القا شاگردای عزیز کره ای که نزدیک به میله چارجدار هسته مخالف از و میله و کره ای که دورتر هسته موافق از اون میله چارج برقی پیدا میکنن باز هم به شکلی که رسم کردیم توجه کنید طبق نکته ای که گفتیم میگه که کره که نزدیک هسته به میله چارجدار چارج مخالف از ایره میگیره دیگه سعیسته؟ مثبت منفی چون این منفی بوده این چارجش مثبت شده و کره ای که دورتر بوده این ای چارج موافقی میلر میگیره این منفی بوده یه هم چارج منفی رو به خودش میگیره پس این نکته بسیار مهمیه که در روش القا شما حتما به این نکته باید توجه کنید پس ما با طریقه های چارج دار کردن آشنا اش شدیم موضوع بعدی که با همدیگه قصد داریم یاد بگیریم بحث ساحه برقیه در جلسات قبل ما ساحه مغناطیسی رو با هم دیگه بررسی کردیم دیگه گفتیم هر مغناطیس در اطراف خودش یک فضایی رو به وجود میاره که خاصیت جذب و دفع در فضا حاکمه با اون میگیم ساحه مغناطیسی ساحه برقی هم به همین صورته خب توجه کنید فرض کنید که ما یک چارج داریم چارج کیو صفر که چارج ما مثبته صحیح است چارج با نماد کیو نشان میدیم که در سنفای بعدی با از این فرمول بیشتر آشنا میشیم میگیم که ما یک چارج فرضی داریم چارج کیو صفر با علامت مثبت خب اگر شما نزدیکی چارج یک چارج دیگه قرار بدین مثلا چارج کیو یک قرار بدین با علامت منفی تماس نمیدین ها این نزدیک میکنین به چارج کیو صفر وقتی که نزدیک میکنید یک خاصیت جذب اینجا شما احساس میکنید میتونید دریافت کنید میگیم که پس وقتی که در اطراف ازی یک خاصیتی وجود داره که میتونه چارچ های هم به خودش چارچ های نه به خودش جذب کنه و چارچ های نه و از خودش دور کنه دیگه به فضایی که در اطراف یک چارچ برقی وجود داره ما میگیم ساحه برقی و هرگاه یک چارج برقی در ساحه برقی یک چارج دیگه قرار بگیره از طرف از این ساحه بعضی یک قوه وارد میشه که بعضی میگیم قوه برقی صحیح شد اما مثل ساحه مغناطیسی ساحه برقی هم دارای خطوط هستند دیگه که خطوط ما باید شکلش یاد بگیریم شما اگه به شکل خوب توجه کنید میبینید که خطوط ساحه برقی از چارج مثبت خارج میشن و به چارج منفی وارد میشن خوب توجه کنید به شکل دیگه از چارج مثبت خارج و چارج منفی وارد میشن این خطوط هیچگاه هم دیگر قطع نمیکنن و جاهایی که خطوط متراکم تر هسته به هم نزدیک تر هسته ساحه برقی قوی تر ما در اون نقاط شاهد هستیم خب یک سوال از شما پرسان میکنیم به عنوان کار خانگی جوابی سوال برای ما روان کنید خب سوال مایی هستم نگاه کنید ما یک چارج مثبت داریم یک چارج منفی ما خطوط ساحه رو رسم میکنیم برای شما خطوط ساحه به این صورت خب شما برای ما جواب بدید که آیا ما خطوط ساحه برقی را درست رسم کردم یا نه با ذکر دلیل و با ذکر علت برای ما سوال جواب بدید که من خطوط ساحه را آیا درست رسم کردم یا خیر موضوع بعدی که قصد داریم یاد بگیریم قوه برقیه خب اگه شما دو جسم چارجدار نزدیک هم قرار بدید اینها یا همدیگر را جذب میکنن یا همدیگر را دفع میکنن به این قوه که باعث میشه این دو تا همدیگر جذب یا همدیگر دفع می میگیم قوه برقی پس قوه برقی بین دو جسم چارجدار ایجاد میشه که یا جذب میکنه یا دفع میکنه چه قسم جذب میکنه چارج هایی که ناهمنوع باشه چه قسمی دفع میکند چارج هایی که نا, هم نا... چارج هایی که هم یا همنام باشه اینا ها از هم دیگه دفع میشن دیگه یه قوهی که ایجاد اینجاد... میشه به نام قوه برقی هسته که فرمول محاسبه هم داره که در صنف های بعدی ما بعضو آشنا میشیم اما فرمول برای شما می که شما به خاطر داشته باشید فرمول محاسبه قوه برقی به این صورتی که میگیم که قوه رو ما با F نشان میدیم دیگه سایسته فرمولش به صورت صورته K در Q1 Q2 تقسیم بر R به توان 2 K مقدارش ثابت است اما Q1 و Q2 که چیه چارج های ما رو نشان میده R هم فاصله بین دو چارج هستن که در سنف های بعدی در سنف ده 11 ما با این فرمول بیشتر آشنا خواهیم شد ما در جلسات قبل خدمت شما عزیزان بیان کردیم که فیزیک علم مطالعه طبیعت دیگه است؟ یکی از پدیده های طبیعی که همیشه شما شاهدی پدیده طبیعی بودین رعد و برق یا الماسک شما دید زیاد دیدین وقتی که بچه بودین شاید از رعد و برق حتی ترس هم میخوردید دیگه اما علتش چیه؟ میخوایم حالا که فیزیک داریم یاد میگیریم علتش بفهمیم علتش این اینه که هر وقت دو ابر چارجدار به هم نزدیک میشن در اینها یک تخلیه برقی ایجاد میشه تخلیه برقی یعنی چی یعنی چارج از یکی به یکی دیگه منتقل میشه وقتی که تخلیه برقی اتفاق میفته همراه با صدای زیادی که ما به میگیم رد و همراه با ایجاد نور شدید که به میگیم برق که ترکیب از یا میشه رد و برق دیگه سیسته رد و برق یا الماسک دیگه پس علتش چیه؟ علتش که دو ابر چارج دار کنار هم قرار میگیرن و یک تخلیه برقی اینجا ایجاد میشن اما شما میدانید که پدیده رد و برق یا الماسک میتونه خیلی خیلی خطرناک باشه میتونه که باعث ایجاد آتش سوزی شود بنابراین در ساختمان ها در تعمیر ها از یک سیم بسیار بزرگی یا یک میله فلزی بسیار بزرگی استفاده میکنن این میله فلزی را بالای تعمیر تعمیرات نصب میکنن که این میله فلزی یک سر دیگهش به زمین متصل شده و همه این چارچ که از طریق رعد و برق قراره که وارد تعمیر شود این میله فلزی چارچ ها دریافت میکنه و همه چارچ رو وارد زمین میکنه و رفع خطر میکنه این هم شد از پدیده رعد و برق یا الماسک خب شاگردای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم موفق و پیروز و سربلند باشید